اینو کجا آوردی؟ خونه منی. این خونه بزرگ مال توئه؟ همینجوری که نمیخواین وایسین حرف بزنین، لطفاً بشینین. علی کجا بودی؟ ساعتو دیدی؟ اون این دختر کی؟ این ایشون دوستم. دوستم. دوست؟ و این وقت شب؟ آره شبم اینجا میمونه. بیاین من اتاق مهمونو بهتون نشون بدم. مامان دارم میبینم. چرا اونجا وایستادین؟ بیاین داخل. اینجا در واقع اتاق مهمونه. من که نمیتونم اینجا بمونم. چرا نمیتونی؟ من منظورم اینه که من حتی نمیشناسمت. خب که چی؟ اسمم محمد علیه، اینجا خونمونه. فارغ التحصیل دانشگاهم و هنوزم مجردم. فکر کنم برای الان کافی باشه. اگه چیز دیگه ای میخواین بدونین بگین. ببین کاملا راحت بشین و راحت بخوابین. فردا میبینم تو. دروغگو عذاب در اومد، الان چجوری بازیگر شم؟ من که اینجا کسی رو نمیشناسم. این علی نمیدونم چقدر راست میگه و چقدر دروغ. آخه کسی یه غریبه رو اینجوری میاره خونش؟ یا خیلی زرنگه یا خیلی احمق. حالا هرچی، این تخت خیلی نرمه. وای چقدر خوابم میاد. چقدرم قشنگه. درست همونی که رویش رو داشتم.
داری چی کار میکنی؟ چی کار کردی تو دختر یه نادون احمق؟ ادب سرت نمیشه نه؟ داری چی کار میکنی واسه خودت؟ اون من عمه چرا اینجوری حرف میزنی؟ اون مهمونمونه. مهمون؟ من اینجور مهمونای ناخونده رو خوب میشناسم. از کجا اینو آوردی شلی؟ این چه طرز رفتار عمه جان؟ چرا ناراحتش کردی؟ تو به فکر ناراحتی اون دختر هستی؟ ولی اینکه من ناراحت شدم اصلا خیالت هم نیست نه؟ ناره مامانت نیستم، عمتم مگه نه؟ با این لحن با هم حرف میزنی به خاطر یه دختر غریبه که حتی نمیدونیم کیه، از کجا اومده؟ بهتون که گفتم اون دوست منه. به من دروغ نگو. سر و وضعشو نمیبینی؟ اون به هیچ وجه به دوست علی کاظمی نمیخوره. از یه خانواده یه پایین شهریه. اینجور دخترها رو حتی خدمتکارم نمیگیریم. حرفاتون تموم شد؟ یا بازم مونده؟ علی بگو تو چیت شده آخه؟ تو هیچ وقت با هم اینجوری حرف نمیزدی به خاطر یه دختر غریبه داری اینجوری با هم حرف میزنی؟ من هرچی میگم به خاطر خوبی خودت میگم و تو منو اشتباه درک میکنی. متاسفم که ناراحتتون کردم. از این به بعد یادم میمونه. الان مسئولیت این دختر با منه. نمیتونم تنهاش بذارم. تا وقتی که براش جایی پیدا نکنم اون مهمون ماست و باید مراقبش باشیم.